عنوان بحث ما هزار و یک گام موفقیت از دیدگاه قرآن و اطرت علیه مسلم بود بسم الله الرحمن الرحیم به نام الله که احسن الخالقین است سلام ما از قرآن سرچشمه میگیرد با شما عزیزان که میفرماید سلام قول من رب الرحیم این گام موضوعش هست ارزیابی عمل کرده ها و موفقیت که در سوره مبارکه بقره آیه دویست و نهم مطرح شده در این آیه شریفه نکته های بسیار مهمی رو ما استفاده کردیم که خدا می فرماید فصله فصل تالوتو بالجنود قال ان الله مبتلیکم به نهر فمن شرب منه فلیس منی و من لم فَإِنَّهُ فانه منی الا من اغترف غرفتا به یده إِلَّا منه الا قلیلا در ترجمه این فصل از آیه شریفه چنین میبینیم که خدا فرموده است و هنگامی که تالوت به فرماندهی لشکر بنی اسرائیل منصوب شد و سپاهیان خودش رو با خودش بیرون برد به آنها گفت خداوند شما را به وسیله یک نهر آب آزمایش و امتحان میکنه آنها که به هنگام تشنگی از آن بنوشند از من نیستند و آنها که جز یک پیمانه با دست خود بیشتر از آن ننوشند مطمئنا آنها از منند و آنها که یک پیمانه با دست خود بیشتر از آن نخورند از من به حساب میاد و عده کمی از آن جمعیت انبوه از آب ننوشیدند سپس هنگامی که او و افرادی که با او پیمان و عهد بسته بودند و به او ایمان آورده بودند و از بوته آزمایش سالم به در آمدند از آن نهر گذشتند از کمی نفرات خود ناراحت شدند و طبیعتا به نظرشون آمد که اعتراض کنند چرا چرا جمعیت ما باید کم باشه اما آیاتی که در این زمینه مورد استفاده میتونند قرار بگیرند خیلی زیاده در سوره مبارکه بقره آیات 124 و 155 سوره مبارکه آل عمران آیه 152 154 186 سوره مبارکه نسا اولین آیه سوره مبارکه مائده آیه 48 و 94 سوره انعام آیه 165 عزیزان این آیاتی که من به عنوان آیات مرتبط ذکر می کنم به خاطر اینه که ما از نظر زمان محدود هستیم و نمیتونیم تمام این آیات رو انچنان که شایسته این بحثه بررسی کنیم اما اطلاعاتی که به شما میدیم برای اینه که اگر توضیح بیشتری خواستید آیات مشابهی رو خواستید مورد کنکاش قرار بدید بتونید مثلا از ریشه بلوه 38 بار در 25 سوره و 35 آیه مطلب ما داریم موضوعاتی که به این آیه ارتباط پیدا می کنند اولیش موضوع بلا و امتحان و آزمونه هر انسانی برای رسیدن به موفقیت باید هم خودش رو امتحان کنه هم آنهایی که مورد اطمینان او قرار گرفتند در این آیه وسیله آزمون هم معرفی شده که یه نهر آب هر که از اون نوشید مطمئنا ضرر کرده و هر که خودداری کرد موفقه مسئله شرب به عنوان یکی از ضروریت های زندگی انسان و موجوداته همه موجودات زندگیشون به آب بستگی داره اما گاهی همین آب وسیله ای برای آزمون و امتحان میشه مثل روزه که به ما میگن آب نخورید غذا نخورید مسئله سپاه و لشکر آیا همه جا جمعیت میتونه برای ما پیروزی بیاره در این آیه نشون میده که کم منفعت قلیله قلبت فعتا کثیرتا به ازن الله ولو عده زیادی آب نوشیدند و از صحنه خارج شدند اما تعداد زیادی هم آب ننوشیدند و ماندگار شدند و با تالوت همراه پس باید نیروهای مناسب رو ما گزینش کنیم و از سستی و تنبلی هم پرهیز داشته باشیم اما کلامی که از امیر المؤمنین علیه السلام در این زمین تقدیمتون می کنم در رابطه با فلسفه آزمایش هاست که حضرت می پس همانا خدا بندگان متکبر رو با دوستان خود در چشم اونها می آزماید در نهج البلاغه دشتی خطبه 192 صفحه 388 اما این که در این گام چه پیامی برای ما میتونه باشه چطور میتونیم به موفقیت برسیم در اینجا میفرمایند مدیر یا رهبر یا کسی که میخواد موفق بشه باید نیروهای کارآمد رو از نیروهای ناکارآمد جدا کنه تا بتونه نیروهای غیر مفید رو باید از مجموعه ترد کنه چون حضور اونها باعث سوس شدن سایر نیروها میشه یک بزه گر گله را گر می کند اگر اطرافیان انسان افراد قوی و نیرومند نباشند شکست حتمیه پس روی این جهت ما هنگامی که میخوایم گزینش کنیم افراد رو باید این نتیجه رو بگیریم که برای پست های حساس عملکرد گذشته آنون رو ارزیابی کنیم تا در کاری که به آنها می سپاریم موفقیت واقعی به دست بیاد این برنامه ارزشمند و سرتاسر سر درس قرآنی و کلام معصومین رو هدیه می کنم به شما عزیزانی که قدم به قدم در قرآن به دنبال راهکارها و گامهای موفقیتی می گردید که مطمئنا زندگی شما و دیگران را متحول خواهد کرد امیدوارم به این گامهای خوب بتونید دست پیدا کنید و عمل کنید و سلام و علیکم ورحمه الله وبركاته